پرونده حقوق بشر چین تحت نظارت سازمان ملل قرار گرفت. سوابق حقوق بشری چین روز سه‌شنبه کانون بررسی‌های شدید شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت، جایی که پکن با انتقاد جوامع غربی به دلیل رفتارش با اویغورها، تبتی‌ها و مخالفان در هنگ کنگ مواجه شد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. نشست روز سه‌شنبه چهارمین باری بود که سوابق حقوق بشری چین طبق رویه بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری چین را متهم می‌کنند که بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان را در مراکز به اصطلاح حرفه‌آموزی زندانی کرده و آنها را مورد سوء استفاده گسترده و سیستماتیک قرار می‌دهد. کشورهای غربی در جلسه بررسی عمل کرده چین در شورای حقوق بشری سازمان ملل این کشور را تحت فشار قرار دادند. این کشورها در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز سه‌شنبه سوم بهمن از پکن خواستند که به حق آزادی بیان احترام بگذارد، حقوق اقلیت‌های مذهبی از جمله مسلمانان را محترم شمرده و قوانین امنیتی هنگ کنگ را که از سوی فعالان مدنی و سیاسی این ناحیه محکوم شده است لغو کند. اتهاماتی از این دست توسط یکی از اعضای هیئت چینی در جلسه استماع شورا در روز سه‌شنبه شنیده شد، اما قاطعانه رد شد. نماینده چین در پاسخ به این اتهام‌ها گفت: ما به حقوق بشر در چین احترام می‌گذاریم و از همه اقوام و اقلیت‌ها در چین محافظت می‌کنیم. ما ثبات اجتماعی سینکیانگ را حفظ کرده و حق زندگی آنها را تضمین می‌کنیم. هیئت چینی همچنین انتقاد بین‌المللی از سرکوب شدید دولت بر احزاب طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ از زمان تصرف این منطقه را رد کرد. از آنجایی که بیش از 160 کشور برای سخنرانی در این نشست ثبت نام کرده بودند، زمان صحبت هر نماینده به 45 ثانیه محدود شد. این گونه زمان دادن برای سخنرانی تا حدود زیادی ناراحتی بسیاری از اعضای نشست را در بر داشت که با عجله سوالات، نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را مطرح نمایند. نکته قابل توجه آن که بسیاری از کشورها از جمله چندین کشور مسلمان با درخشان خواندن دستاوردها و تلاش‌های چین برای ترویج و حمایت هرچه بهتر از حقوق بشر در آن کشور با دولت چین همراهی کردند و هنگامی که زمان صحبت آنها فرا رسید، آن کشورها در قالب دوست چین امتیاز عجیبی به آن کشور داده و در مقابل جنایات این کشور در مقابل اقلیت مسلمان سکوت کردند. به عنوان نمونه از این دست کشورهای مسلمان از جمله ایران دیدگاه‌های دیگری در ارزیابی از عملکرد دولت چین مطرح کردند. نماینده ایران نیز طرح موسوم به برنامه اقدامات ملی برای حقوق بشر در چین را ستود. گفتنی است در حالی که اعضای این نشست با نماینده چین و همچنین با یک دیگر در داخل اتاق این شورا در حال بحث و جدل بودند، چندین گروه حقوق بشر از جمله ائتلاف مدافع تبت، کنگره جهانی اویغور و مدافعان حقوق بشر در هنگ کنگ علیه اقدام ضد حقوق بشری چین در خارج از ساختمان سازمان ملل تظاهرات کردند. دولکن عیسی رئیس کنگره جهانی اویغور که در این نشست حضور داشت، کشورهای مسلمانی را که اقدامات چین را به عنوان تلاش‌های توسعه محورانه تحسین کردند بدون آنکه اشاره‌ای به آزار مذهبی و فرهنگی اویغورها کنند مورد شماتت قرار داد. در جلسه قبلی بررسی دوره‌ای و کامل عملکرد چین در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2018 نیز آمریکا و چندین کشور دیگر نگرانی و انتقاد خود را از رفتار حکومت چین با مسلمانان اویغور ابراز کردند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. رحمت رئیسی، کارشناس مسائل سیاسی از تهران با ما هستند. آقای رئیسی سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. دارم عرض درود و ادب و احترام دارم از حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان عزیز و گرامی اخبار شیعه. زنده باشید. جناب رئیسی، به نظر شما قرار گرفتن پرونده حقوق بشر چین تحت نظارت شورای حقوق بشر سازمان ملل تغییری در رفتار این کشور در برابر اقلیت‌های این کشور از جمله مسلمانان خواهد داشت؟ اینکه تغییری در رفتار دولت چین در برابر اقلیت اویغور و مسلمانان و اقلیت‌های دیگه داشته باشه، باید توجه کنید که این اجلاس ها و این بیانیه ها و قطعنامه ها معمولا ضمانت اجرایی ندارن، اما به لحاظ آشنایی و افکار عمومی و تبلیغات تحقیقا مؤثره و آگاهی یافتن و روشن شدن اذهان مردم جهان
میتونه مانع و سدی برای استمرار این خشونت ها و جنایت ها باشه. دستکشی اویغورا مجموعه ادامه داری از نقض حقوق بشر توسط حکومت کمونیستی چین هست در سینکیانگ، همونطوری که فرمودید از سال 2014 هم این شدت گرفته. ببینید بسیار از فعالان و سازمان های نهاد مردم بشری و متخصصان حقوق بشر این سیاست رو نوعی نسل کشی تلقی کردن. یک خبری رو که حالا من خودم داشتم و در گزارش نیومده من عرض میکنم، یکی از جنایات بزرگی که ما شنیدیم حریم سازی مردان و پیشگیری از بارداری زنان مسلمان اعلام شده که توسط این دولت داره انجام میگیره و فاجعه آمیزتر از اون که به طرز سیستماتیک در زندان‌ها و اردوگاه‌ها نسبت به زنان مسلمان تجاوز صورت می‌گیره، تجاوز جنسی صورت می‌گیره که این یک شرم برای بشریت است. ببینید فارغ از نگاه اون صفر و صدی که در حوزه سیاسی اصولاً و مقولات سیاسی مطرحه، نمی‌تونیم انتظار زیاد و فوری از تأثیرگذاری این قطعنامه ها و این بیانیه ها، اون هم برای دولت بزرگی مثل چین که به هر حال صاحب قدرت زیادی هست در هم سطوح اقتصادی و هم در سطح شورای امنیت، به لحاظ اینکه یک نظام کمونیستی داشته باشیم، فقط این رو در نظر داشته باشیم که به هر حال این یک نظام کمونیستی از نظر ایدئولوژی و در حوزه سیاسی یک نظام تکثیری است که بسیار خشن با ملت خودش است. جناب رئیسی، دلیل همراهی برخی از کشورهای مسلمان با از جمله ایران با چین و سکوت در مقابل اقدامهای ضد حقوق بشری چین در مقابل مسلمانان چیه؟ ببینیم اول باید تفکیک بکنیم که خب کشورهایی که در منطقه هستن کشورهای اسلامی خونده میشن دارای مردم مسلمان و معتقد هستن، اما الزاماً دولت‌های اونها اون معنای اصلی اسلامی رو نداره. اما کلاً اینها به خاطر وابستگی‌های شدید اقتصادی و تنگناهای و نیازمندی‌هایی که دارن دارای موضع‌گیری‌های دوگانه هستند. به خصوص راجع به ایران در گزارش هم مطرح شد، جمهوری اسلامی واقعیتش اینه که دارای یک استانداردهای دوگانه هست، هم در سیاست داخلیش هم در سیاست خارجیش، که متاسفانه در این زمینه باید اذعان کنیم نه تنها این سرکوب رو محکوم نکرده، بلکه در جاهای ما شاهد هستیم که به خاطر همون استانداردهای دوگانه‌ای که داره این سیاست رو توجیه هم کرده. من یه اشاره بکنم که سفیر سابق چین ایران در چین حتی از اون این وقوع نسل‌کشی در چین رو و در ایالت سینکیانگ رو اصلا انکار کرده و حتی تا مرز این که وضعیت زندگی اویغورها و مسلمانها بهتر شده رو هم مطرح میکنه. بله. به نظر میرسه در مورد کشورهای مسلمان هم همین هست که حمایت سیاستهای اقتصادی چین و حتی سیاست بین المللی چین که دارای حق وتو هست موجب شده که کشورهای اسلامی متأسفانه همچین بله. جناب رئیس ضعیفی داشته باشند. چون وقتمون کمه به مدت 30 ثانیه برام بفرمایید که چه راهکارهایی را برای تن دادن چین به رعایت موازین حقوق بشری به ویژه در قبال مسلمانان این کشور مؤثر می‌دانید؟ شواهد و قرائن نشون میده که راهکار عملی فوری وجود نداره. واقعیتش اینه که همونطور که عرض کردم، ببینید وابستگی شدید اقتصادی کشورهای منطقه که علال اغلب هم مسلمان هستن مانع از هر گونه اقدام عملی میشه. امروز با یک مسئله به نام منافع ملی و رفع موزر اقتصادی در میان کشورهای اسلامی وجود داره، اینها همه موجب میشه که یک اقدام عملی مؤثر نشه. ولی در بلند مدت بهترین راهکار این است که در حوزه توسعه کشورهای اسلامی دست به دست هم بدن و خودشون رو بی نیاز یا کم نیاز بکنن و بر اثر این رفع نیازمندی های به خصوص در حوزه اقتصادی و سیاسی بتوانند یک قدرت تقابل و دقیقی با این نوع برخوردهای دولت چین داشته باشند.